متولد 11 دی 55 1 ژانویه 1977 و صبح عاشورای 1397 دقیقاً سه تا شو همه میتونید چک بکنید. یه موضوعی که خیلی مهمه و ارتباطش رو به بحثایی که تو اسلایدهای بعد خدمتتون خواهم گفت خواهید دید، بررسی تایپ شخصیتیه. خب دو گونه مختلف شخصیتی داریم، برونگرا و درونگرا. من برونگرای شدیدم و تو خونم تحت تغاری بودم، کل فامیل و دختر خاله پسر خاله پسرم و اینا هم همه سنشون از من بیشتر بود، هیچ آدمی که تو فامیل بتونم باشه ارتباط برقرار کنم از نظر سنی نداشتم. به خاطر همین سگمنت مخاطبان خودم رو تو دوست و رفقا پیدا کردم و گسترش دادم و این باعث شد اون برونگرایی من تشدید بشه و بتونم ازش استفاده بکنم تو جایگاه حرفه‌ای آینده. به شدت توی دوران هم نوجوانی هم جوانی و الان ارتباطاتم رو توی جامعه و توی دوستانم بست و گسترش دادم و تونستم از این موضوع برای ساختن جایگاه حرفه‌ای آینده هم استفاده بکنم. خب من سال 1374 دانشگاه علم و صنعت معماری قبول شدم. اون موقع همونطوری که این زیر میبینید کلن 7 دانشکده و مدرسه معماری تو کل کشور وجود داشت. مقایسه کنید با الانی که بالای 800 تا آمارای رسمی و غیر رسمی وجود داره و حالا یه سایدش اینه که میگن اتفاق بدیه، ولی ما میتونیم از فرصتی که برامون ایجاد شده ببینیم چطور میتونیم استفاده بکنیم از این تعداد زیاد اسکول و دانشکده معماری و همینطور فارغ التحصیلانی که وارد دانشگاه شدن. یعنی یه بحث جدی که من میخوام بکنم در ادامه اینه که چطور میتونیم جایگاه‌های شغلی آینده رو باز تعریف بکنیم که این رقابت، این حجم زیاد دانشجو و پتانسیلی که در بازار وجود داره بتونه ازش استفاده مفید و مؤثر بشه. اینو بعدم برمیگردم، این چرا جا به جا شد. بعد از اینکه من دانشگاه قبول شدم سال 80 من فارغ التحصیل شدم بعد از 6 سال و اتفاقاتی توی دوره دو سه ماهه برای من افتاد که برای هر کسی پیش میومد ممکن بود به خودکشی، معتاد شدن، بریده شدن، گوشه‌گیر شدن، افسرده شدن بیانجامه. یعنی اتفاقات مالی، عاطفی، سیاسی، اجتماعی، هر جوری باعث شد که من رجوع کنم به خودم و خیلی رو خودم کار بکنم. این بازگشت به خیشتنه که تایتل برنامه است خیلی به من میتونه اینجا ارجاعات مفیدی بهم بده که چی کار کردم که بتونم برگردم. من تو 25 سالگی این اتفاق برام افتاد. یکی از منابع الهام بخشی که به شدت تونست به من کمک کنه این فیلم بود. فیلم خیلی شاخصی تو دنیای سینما نیستش، مثلا مثل فارست گامپ تام هنکس نیست، ولی اگه وقت کردید یه جایی ببینیدش. این فیلم کارگردانش رابرت زمیکیسه، نمیدونم کاراشو دیده باشید یا نه. آدمیه که به شدت تو فیلماش با موضوع زمان بازی عجیبی میکنه، خیلی نامرده، یعنی موضوع زمانو عجیب باش بازی میکنه. تو این فیلم تام هنکس مأمور پست فدرال اکسپرس امریکاست و تو چند دقیقه اول فیلم داره با کارمنداش سر صدم ثانیه دعوا میکنه که باید این بسته‌ها به موقع و سر تایم برسه به صاحبش یا اون کسی که به هر حال منتظرشه. یه دفعه تو یکی از پروازا که داره میره بسته‌ها رو برسونه هواپیما منفجر میشه، کل هواپیما میمیرن، این به طرز معجزه‌آسایی توی جزیره 3 سال میفته. مفهوم زمان، این آدم جمله کلیدی فیلم I've got to keep pressing، میگه من باید زندگی بکنم دیگه، ببینم فردا جزرومت برام چی میاره. یه پارتنر داشته چون شهر قرار بوده ازدواج بکنه، این توپ فوتباله میشه پارتنر عاطفیش تو اون 3 سال و تونست خودشو نجات بده و تبدیل بشه به یک محرک برای اون جامعهش. یا یه منبع الهام بخش دیگه هم همتون احتمالاً بعید میدونم کسی این کتابو نخونده باشه، اثر استثنایی دکتر ویکتور فرانکل، انسان در جستجوی معنا، که چطور خاطرات زندان آشویتزش تبدیل شد به یک مرجعی برای الهام بخشی به آدمایی که دنبال معنا در زندگیشون میگردن. اینا باعث شد من برگردم. تو اون سالها من حدود 10 سال تو مهندسین مشاور اثر پروژه های متعددی انجام دادیم. خب مثل همه دانش آموختگان معماری تو کار به هر حال بخش های مختلف پروژه همکاری می کردیم. 2 تا پروژه که خیلی برای من ارزشمند بود، یکی اون پروژه زاهدیده که تو تهران من لوکال پارتنرش بودم و پروژه دیگری که تو مشهد این برج های مهر و ماهه که با همکاری شرکت
انگلیسی استرالیایی همزمان کار کردیم که قرار بود سه تا کانسپت ارائه بشه، کانسپت برگزیده رو دو تا شرکت و سه تا شرکت با همدیگه ببرن جلو که کار شرکت ما برگزیده شد و خیلی اتفاق عجیبی بود. به هر حال یا پروژه‌های دیگری که تو مشهد مثلا ساختمان روزنامه قدس، برج تقاطع خیابان دانش که تو مسابقه برگزار شد، کانسپت و طرح بی‌نظیری داشت ولی متاسفانه تو اجرا داستانای عجیب غریبی پیش اومد که حالا بگذریم از اون. داشتیم همین کارا رو می‌کردیم که در نهایت من سال 1390 دوره مدیریت استراتژیک تو دانشگاه تهران گذروندم و از اون به بعد شد که داستان زندگی من متفاوت شد. نوع نگاه هم به بیزینس، نوع نگاه هم به حرفه معماری متفاوت شد و سعی کردم با توجه به اتفاقاتی که در اونجاش افتاد زاویه دیدم نسبت به کسب و کار رو بتونم تنظیم مجدد بکنم. این بازگشت به خیشتن از اینجا اتفاق افتاد. یه اسلاید گذاشتم اون گوشه، این خواهشم ازتون اینه که اگه دنبال این موضوعات هستید حتما اینو فالو بکنید، پیج SHRM Official Society for Human Resource Management، پیجیه که در مورد مطالعات منابع انسانی تو دنیا مطالعات درجه یک و عمیقی انجام میده، بی نظیره. این دیاگرامی که کشیده مدل کور کامپتنسی یا شایستگی محوری یک انسان تو هر بیزینسی ما میخوایم پیاده سازیش بکنیم تو دانش معماری، تو سایکل معماری. میگه آقا تو اگه میخوای آدم موفقی تو حوزه معماری باشی فقط قرار نیست توانایی تخصصی شخصی حوزه معماری تو ارتقا بدی، فقط بری معماری یاد بگیری، فقط بری نمیدونم ابزارهای معماری و دانش تخصصی معماری یاد بگیری، برای اینکه یه آدم درجه یک باشی نیاز به کلی اتفاقات دیگه هم هست. خیلی عجیبه این لغات، کارهای فرهنگی تو صحبتهای دوستان دیدین چطور میشه نسبت به شهر دغدغه داشت، کارهای فرهنگی ایجاد کرد، پروژه خوب تعریف کرد، شهر و مردم رو با هم آشتی داد برای یک پروژه. خیلی این مسئله منو به فکر وادار کرد، مثلا مشاورهای تخصصی، اخلاق حرفه‌ای، چطور میتونیم اخلاق حرفه‌ای رو تو دانشمون، تو حرفه‌ای که داریم بهش بپردازیم، تو بلند مدت بتونیم اتفاقات خوبی رقم بزنیم. در ادامه خب من یه سری شانس‌هایی بهم رو کرد که به عنوان مشاور تخصصی یه سری سازمان ها از وزارت راه و شهرسازی بگیرید، شهرداری، شورای شهر، اتاق بازرگانی و حتی چند تا NGO مهم موجود در دنیای معماری و شهرسازی کشورمون که من به هر حال این شانس و افتخار رو داشتم تو اونجا به عنوان عضو مشورتی و هیئت مدیره و اونم این داستان ها وجود داشته باشم. تمامی این موضوعات سبب شد که من یک ببخشید این باز چرا اومده اینجا. علاوه بر موضوع معماری و شهرسازی به دلیل اون نوع نگاه هم به موضوعات بتونم دغدغه هایی که در پروژه ها و شهر و معماری وجود داره رو به نوعی بهش بپردازم. اولین کاری که کردم غیر از حالا به هر حال ایونت ها و همایش ها و کنفرانس هایی که توی تهران و ایران برگزار می کردم، اولین بار من بینال تو بینال معماری ونیز که بالای 140-150 ساله داره ایونت برگزار میکنه در سال 2015 غرفه ایران رو به مدت 6 ماه در ونیز برگزار بکنه و حدود 64 تا پروژه شاخص از ایران رو به مدت 6 ماه در بینال ونیز، در بینال هنر ونیز ارائه کنم که تو این 100 خورده‌ای سال 3 بار ایران در بینال معماری شرکت کرده، یه 10-15 بارم تو بینال هنر که این 3 بارش هم به هر حال یک بارش که خیلی بر پروژه های بزرگی بود این اتفاق بود، یا ایونتی که به دعوت آراتا ایزوزاکی فقید اون تصویری که میبینید در سال 97 در توکیو بزرگترین نمایشگاه معماری معاصر ایران رو برگزار کردیم که علاوه بر حدود 20 تا پروژه معماری مدرن مال پهلوی دوم، حدود 100 تا پروژه شاخص از ایران رو در اون ایونت
معرفی کردیم که باعث شد یک ارتباط خیلی خوبی بین معماران ایران و ژاپن شکل بگیره و هنوزه که هنوزه این ارتباطات ادامه داره و قراره که مثلا در آینده نزدیک کتاب این داستان چاپ بشه با حضور تعدادی از عناصر شاخص معماری ژاپن در ایران و این ارتباطات با دفاتر مختلف با پژوهشگرهای مختلف مخصوصا وقت زلزله‌ای که در شهرهای مختلف ما ادامه داشت داره شکل میگیره و ایونت‌های مختلفی که وجود داشت. این رو داخل یه پرانتز بود، ولی اون موضوعاتی که بهتون گفتم مدیریت استراتژیک و دانش معماری رو هم نشست، من تونستم با یه آسیب شناسی دقیق تو حوزه معماری یه مطالعه‌ای بکنم. ببینید صنعت ساختمان رو ما رو اگر بخواید بررسی و مقایسه بکنید با دنیای با کشورهای درست حسابی و پیشرفته، من 4 باکس رو در نظر میگیرم. باکس اول پیش از دیزاین، همون چیزایی که بهش به عنوان بیسیک دیزاین، فیزیبیلیتی، پروگرامینگ، نمیدونم امکان سنجی، پیدا کردن ماموریت برای پروژه، پیدا کردن برنامه برای پروژه وجود داره. باکس دوم هر چیزی که مرتبط به دنیای دیزاینه، تمام دیسیپلین‌های مختلف معماری، سازه، برق، مکانیک، لایتینگ، فاساد انجینیرینگ، اینتریور دیزاین و این تا دیسیپلین دیگه‌ای که برای دیزاین بسته به موضوع پروژه و موضوع تخصصی که در اون هست باید بهش پرداخته بشه. باکس سوم موضوع اجرا، بعد از دیزاین خب به هر حال پروژه باید اجرا بشه، تمام داستانایی که مرتبط با اجرا هستش، بحث‌های نظارت و این چیزا. و حلقه چهارم اتفاقی که بعد از اجرا میفته، حوزه دانش مدیریت، اپریشن، ایونت منیجینگ، مارکتینگ، مهندسی فروش و تمام داستانایی که در پروژه و پس از اجرا باید و الزامیه که وجود داشته باشه. ما در کشور خودمون در بهترین حالت تمرکزمون رو 2 باکس وسطه. تازه اگر اون 2 باکس وسط هم به خوبی و درستی مدیریت بشه باید کلامون رو بندازیم هوا. ولی در حوزه های پیش از دیزاین و پس از اجرا به هر حال ضعف داریم و این ضعف خیلی جدیه. من با توجه به این اون فصل مشترک حوزه معماری و مدیریت استراتژیک، حوزه ای رو انتخاب کردم با توجه به تایپ شخصیتی و نوع روی کردن به حوزه معماری، حوزه پیش از دیزاین رو روش سرمایه گذاری کردم. احساسم اینه که اگر پروژه بخواد شایستگی محوری داشته باشه، مزیت رقابتی داشته باشه، یه سری الگو براش معرفی کردم. حالا این الگوها محدود به این 4-5 تا چیزی که من دارم میگم نیست، ممکنه جاهای مختلفم اتفاقات دیگری بیفته که یا در ادامه اینها باشه یا چیزی متفاوت از اینها. حوزه برای مزیت رقابتی پیدا کردن یک پروژه مثالای متفاوتی وجود داره. میشه یک کاربری یا عملکرد ویژه در اون پروژه ایجاد کرد، میشه یک معماری خاص ایجاد کرد. مثلا نمونه هاشو میبینید، موزه گوگنهایم بیلباو اثر فرانگری یا مثلا پروژه اوپرا هاوس سیدنی اثر یورن اوتسون. خیلی جالبه مثلا این پروژه گوگنهایم رو شما گوگل بکنید، پدیده بیلباو افکت، یک شهری که قبل از این پروژه یک شهر به شدت مشکلدار، به شدت از نظر نابهنجاری اجتماعی و اقتصادی مشکل داشت، با یک تک پروژه، البته بعد از این پروژه های مختلفی از فاستر و کالاترابا اینا در حوزه بلافاصله و فراگیر این پروژه شکل گرفت، شهر بیلباو تبدیل شده به 10 دستینیشن یا مقصد گردشگری اروپا. و چطور میتونه یک پروژه این بیلباو افکت خیلی میتونه الهام بخش باشه برای پروژه هایی که میتونه مأموریت یک شهر یا یک محله یا یک منطقه رو تغییر بده. یا مثلا مدل بهره برداری اون به هر حال جایگاهی که پروژه میتونه داشته باشه در آینده پس از ساخت در شهر، یا مأموریت میشنی که پروژه میشه براش تعریف کرد، فرقی هم نمیکنه تو چه مقیاسی باشه با چه کاربری باشه. اینها رو من روش به شدت مطالعه کردم و الان خوشحالم که اکثر پروژه های لارج اسکیل یا متوسط مقیاسی که در شهرهای مختلف در نمیدونم حتی این شانس و افتخار رو داشتم یه جاهای دیگه بیرون از این مرزهای جغرافیایی کشورمون با هم مشورت میشه، چون تو این حوزه رقابت کمتره، احتمالاً جذابیت تو نگاه دانش آموخته معماری ممکنه کمتر باشه نسبت به مقوله دیزاین. ولی یه موضوعی که به شدت مالتی دیسیپلینری، بین رشته‌ای، با دید کلان میتونه یک مأموریت برای پروژه ایجاد بکنه، یک
کارایی جدید برای پروژه ایجاد بکنه که اون پروژه بتونه اتفاقات جدیدی رو در شهر رقم بزنه. اینا نمونه هایی از پروژه هایی که تو دفتر شخصی خودم تو این سالها کار کردیم. حالا بحث بیسیک دیزاین و مطالعاتش خیلی ویژوال نیستش که من اینجا می آوردم، ولی نتیجه‌ای که از اون ارتباط تفکر یک پارچه در دیزاین که از پیش از طراحی شروع میشه به طراحی و ساخت و پس از اون به بهره برداری اپریشن و موضوعات این چنینی که یه جورایی میشه ازش به نرم افزار اون سخت افزاری که ساخته شده یاد کرد میپردازه و به هر حال کمک کننده بوده. در انتها بخوام جمع بندی بکنم، احساس میکنم کسی میتونه موفق باشه که خوشحال باشه. چطور میشه خوشحال بود و حس رضایت رو در حرفه ایجاد کرد برای خود آدم؟ اینه که بگردیم نیاز بازار رو کشف بکنیم، ببینیم بازار حرفمون چه نیازمندی هایی داره، با مطالعه دقیق و یه طیف گسترده از نیازمندی ها ممکنه شکل بگیره، ولی اونی میتونه ما رو خوشحال بکنه که روی توانمندی، علاقه و داستان شخصی خودمون بتونه خوب سوار بشه. وقتی این اتفاق، یعنی نیاز بازار بر توانمندی شخصی هر کس سوار بشه، چراغ وجودی اون شخص روشن میشه، خوشحال میشه و میتونه تاثیرگذاری جدی روی حرفش داشته باشه. این موضوع داستان روایت شخصی من بود.